98 سازمان حقوق بشری و امدادی تایی بیانی خواستار توجه بیشتر به وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در یمن شدند. این سازمان ها ضمن گلایه از بیتوجهی به این وضعیت اصف بار در یمن خواستار تلاش جدی به منظور پایان دادن به این فاجعه انسانی در یمن شدند. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. سازمان های حقوق بشری و امدادی خواستار توجه بیشتر به وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در یمن شده و وضعیت به وجود آمده در این کشور را محکوم کردند. سازمان های بین المللی همچنین بدتر شدن شرایط انسانی و اقتصادی در یمن را با توجه به کاهش مستمر بودجه برای بسیاری از پروژه ها و برنامه های بشردوستانه در این کشور محکوم کردند. 98 سازمان محلی و بین المللی در بیانیه مشترکی بربرتر شدن شرایط انسانی و اقتصادی در یمن و آثار نامطلوب آن بر میلیون ها نفر ساکن در استانهای مختلف این کشور با توجه به کمتر شدن فعالیت های بشر دوستانه ماه های گذشته به دلیل کاهش بودجه برای فعالیت های امدادی و بشر دوستانه تاکید کردند. در بیانیه مشترک با اشاره به طبقه بندی یک پاچه در مراحل امنیت قضایی IPC تاکید گردیده که 6 میلیون و 100 هزار نفر در یمن شرایط استقراری قرار داشته و 17 میلیون یمنی از ناامنی غذایی رنج میبرند. این سازمان ها به کمبود شدید مواد غذایی و سوء تغذیه ها در یمن اشاره کرده که از آن نموده اند این وضعیت به ویژه زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده و آنان را با خطر مرگ به دلیل گرسنگی و کمبود غذایی مواجه ساخته است. در این بیانیه همچنین به کمبود شدید آب برای مصارف کشاورزی و استفاده های انسانی اشاره شده و تاکید گردیده که نزدیک به 15 میلیون و 400 هزار نفر به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض خطر ابتلا به وبا و سایر بیماری های کشنده نیاز دارند. سازمان های در این بیانیه افزوده اند. ازدهام جمعیت در کمپ ها از یک سو و عدم دسترسی مناسب به واکسیناسیون از سوی دیگر موجب افزایش ابتلای بسیاری از کودکان به مواردی از سرخک و سرخچه شده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده سیستم بهداشتی در یمن تحت فشار شدیدی برای برآوردن نیازهای روبه با منابع کم یا بدون هیچ گونه منابعی در حال فروپاشی است چرا که وضعیت نابسامان این کشور تقریبا 20 میلیون و 300 هزار نفر را به عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی سوق داده است. این بیانیه می هر دو ساعت یک زن در دوران بارداری یا زایمان جان خود را از دست می دهد در حالی که از هر ده زایمان شش زایمان بدون حضور ماما و قابله های آموزش دیده انجام می شود. در این بیانیه بر اولویت دادن به پاکسازی مین در یمن تاکید شده است. از آنجایی که یمن یکی از کشورهای جهان است که بیشترین آلودگی را به مواد منفجره ای دبلیو که همچنان پس از جنگ باقی مانده است دارد که میتواند منجر به مرگ و معلولیت مخصوصا برای کودکان شود. هورا عبدالمجید اخبارشیه